اینجا گفتیم باشه عصب بینایی فعال شد و اطلاعات رو داره انتقال میده اط... ات... انتقال اطلاعات یا مسیر انتقال اطلاعات رو توسط عصب بینایی داریم مشاهده میکنیم چشم چپ چشم راست در این شکل نمایش داده شده داریم میبینیم عصب بینایی اپتیک نرو اطلاعات رو از کره بی... چشم دریافت کرده به دو رنگ نشون داده شده قرمز و آبی قسمت در واقع عصب بینایی که اطلاعات مربوط به تمپورال شبکیه چپ رو داره میبره به رنگ قرمز قسمت نازالش به رنگ آبی نمایش داده شده و در چشم راست برعکسه چرا به این شکل نمایش داده شده؟ میخواسته به ما بگه که بعد از رسیدن عصب بینایی به ناحیه کیاسمای اپتیک اطلاعات دو بخش شدند بخشی که مربوط به تمپورال شبکی هستش در همون سمت ادامه مسیر داده در حالی که بخشی که مربوط به نازال شبکی هستش کراس کرده اومده از خط وسط عبور کرده در سمت مقابل یعنی سمت راست به اطلاعاتی که از سمت تمپورال چشم راست اومده پیوسته و تشکیل اپتیک ترکت یا راه بینایی رو داده پس از اینجا به بعد راه بینایی در سمت چپ و راه بینایی در سمت راست اطلاعات از هر دو چشم رو دارن انتقال میدن به عنوان مثال اپتیک ترکت سمت چپ اطلاعات سمت تمپورال شبکه چپ و سمت نازال شبکه راست رو داره انتقال میده تا کجا؟ تا برسه به یکی از هسته های تالاموسی به نام هستهی به نام لترال جنیکولیت بادی جسم زانوی خارجی در اینجا سیناپس تشکیل شده و به دنبالش فیبرهای عصبی فعال شده از تالاموس اپتیک رادییشن رو تشکیل میدن از همدیگه فاصله میگیرن تشعشعی رو به وجود میارن به نام تشعشع بینایی مثل باد بزن باد شده باز شده و اطلاعات رفته به قشر بینایی یعنی در در واقع کورتکس پس سری قشر پس سری بچه همونطوری که مشاهده کردیم در این مسیر فقط یک سیناپس در LGN یا Lateral Geniculate Nucleus تالاموس تشکیل شد و بعد اطلاعات اومد به قشر و در اونجا سیناپس تشکیل شد بنابراین با کمترین سیناپس اطلاعات به قشر بینایی رسده شاید یکی از دلایلی که نیاز بوده تا دقت بینایی حفظ بشه کمتر شدن تعداد سیناپس هستش این مسیر بچه ها کمک میکنه به ما در دید شکل اشیا رنگشون و سایر اعمال خداگاهانه بینایی اما مسیرهای دیگه ای هم از راه بینایی وجود داره که میرن به جاهایی مثل هسته فوق کیاسمایی در تنظیم ساعت درونی نقش دارن اینترنال کلاک که شما میدونید هسته فوق کیاسمایی هیپوتالاموس هستش میرن به هسته پرتکتال میرن به کالیکولوس فوقانی به هسته زانوی شکمی جانبی تالاموس که در تنظیم یا کنترل حرکات چشم دخیل هستند و همچنین در رفلکس های بینایی به این تصویر نگاه کنید بچه ها قبلا با این تصویر آشنا شدید یه شیعی مثل پیکان در دنیای خارج دو تا تصویر در دو تا شبکیه تشکیل داد و دیدیم که اطلاعات از این دوتا شبکیه به کمک عصب بینایی آکسون سلول های در واقع شبکیه رو ترک میکنه و با همون مسیری که خدمتون گفتم رسیده به قشر بینایی دقت کنید بچه ها داریم مشاهده می کنیم که تصویر اون شی در دنیا خارج در دوتا شبکه عین هم نبود گفتیم یه بخشی از تصویر در همون طرف از شبکه تشکیل شده یعنی بخش انتهایی سمت راست شی فقط در سمت راست شبکه و بخش ابتدای اون یا به عبارتی سمت چپ پیکان فقط در شبکه سمت چپ تشکیل تصویر داد انتقال اطلاعات رو باز به کورتکس مشاهده بفرمایید نکته که میخواستم اینجا تاکید بکنم این هستش که مجدد بگم تصویری که از این شی تشکیل شده در روی شبکیه چی هستش به صورت معکوس یا وارونه هستش حالا میخوایم ببینیم که اگر قسمتی از مسیر بینایی دوچار اشکال بشه اختلال در کدوم بخش میدان بینایی ایجاد میشه این کار با کمک در واقع تکنیکی به نام پریمتری انجام میشه در پریمتری بچه میدان بینایی هر چش مشخص میشه میدان بینایی رو اول تعریف بکنیم میدان بینایی ق... بخشی از فضای خارجه که زمانی که ما یه چشممون رو بسته باشیم با یه چشممون زمانی که به یه نقطه در روبرومون فیکس کرده باشیم چشممون رو و هیچ حرکتی ندیم میتونیم مشاهده بکنیم به این شکلی که از یه فرد خواسته میشه بدون اینکه سرش رو تکون بده یه چشم بسته یه چشمش رو حرکت نمیده و فیکس میکنه به یه نقطه در روبرو با یه شیئی مثل در حقیقت چراغ یا یه شیء دیگه ای در قسمت های مختلف فضا حرکت داده میشه جاهایی که فرد میبینه مرز میدان بیناییش رو تعیین میکنه پس شده قسمتی از فضا رو که به کمک یه چشمش زمانی که فیکس شده در روی یه نقطه میتونه مشاهده بکنه که در این شکل داریم در واقع با کمک معذرت میخوام پریمتری یک میدان بینایی رو مشاهده میکنیم در جهات مختلف همونطور که گفتیم در ناحیه اپتیک که در این شکل هم نشون داده شده تقریبا 20 درجه سمت تمپورال فرد دچار کوری هستش حالا بیایم ببینیم زایعاتی که در مسیر عصب بینایی ممکنه ایجاد بشه و باعث اختلال میدان بینایی بشه چطور هستش در این تصویر داریم میبینیم بچه اگر اپتیک نرو عصب بینایی چشم راست قطع بشه قاعدتا میدان بینایی چشم راست به طور کامل کور خواهد بود اما میدان بینایی چشم چپ طبیعیه اگر کیاسمای بینایی یعنی اون بخشی رو که گفتیم کراس انجام میشه قطع بکنیم میدان بینایی دوچار اختلال میشه در کدوم قسمت ها هر دو چشم بخشهای تمپورال شاید سوال بکنید که کیاسمای بینایی جایی هستش که اطلاعاتی که داره از سمت نازال شبکی انتقال پیدا میکنه دچار آسیب شده پس چرا بخش های تمپورال میدان بینایی دچار آسیب میشه یادآوری میکنم بچه ها. تصویری که از دنیای خارج روی شبکه تشکیل میشد وارونه بود یعنی بخش های تمپورال میدان بینایی تصویرشون در قسمت های نازال شبکه تشکیل میشه برای این وقتی انتقال اطلاعات از بخش نازال در کیاسما دچار اختلال بشه در بخش های تمپورال میدان بینایی فرد کور خواهد بود اگر بچه اپتیک ترکت راه بینایی راست آسیب ببینه شامل اطلاعات هم از چشم راست و هم از چشم چپ از بخش تمپورال چشم راست و از بخش نازال چشم چپ پس همونطوری که داریم میبینیم این فرد در بخش نازال چشم راست و در بخش تمپورال چشم چپ دچار نابینایی خواهد بود به عبارت دیگه دوباره برعکسه در سمت تمپورال شبکیه چشم راست اختلال ایجاد شده در حالی که در میدان بینایی در سمت نازال دچار مشکل میشه و در مورد چشم چپ همینطور اگر اپتیک رادییشن آسیب ببینه وضعیت آسیب در میدان بینایی از لحاظ جهت مشابه اپتیک ترکت راسته فقط بر حسب اینکه کدوم بخش اپتیک رادییشن آسیب ببینه اگر قسمت های تحتانی آسیب ببینه قسمت های فوقانی میدان بینایی کور میشه و برعکس در نهایت اینکه اگر در در واقع ویژوال کورتکس یعنی لوب پس سری دچار آسیب بشه باز از لحاظ جهت مشابه اپتیک رادییشن از لحاظ بالا پایین بودن همینطور فقط همونطور که مشاهده می‌کنیم قسمت مرکزی که مربوط به دید فوا هستش در هر حالت دست نخورده باقی مونده ما گفتیم تنها جایی که سیناپس در مسیر عصب بینایی تشکیل شد قبل از اینکه به قشر مغز برسه ال یا همون هسته زانوی پشتی جانبی تالاموسه بچا هسته حسد شش لایه هستش در هر طرف از داخل به سمت خارج لایه یک تا شش رو داریم ما گفتیم که اطلاعات در عصب بینایی بعد از کیاسمای بینایی وقتی به اپتیک ترکت رسید داره از هر دو شبکیه انتقال پیدا میکنه نقاط نظیر از هر دو شبکیه توسط دو تا مسیر جداگانه داره میرسه به تالاموس وقتی به تالاموس میرسه باز این اطلاعات از هر چشم جداگانه در هسته تالاموسی خاتمه پیدا میکنه عین مسیرهای موازی است لای دو سه و پنج مربوط به اطلاعاتی از همون طرف یعنی چشم مربوط به همون طرف رو دریافت میکنه لایه های یک چهار و شیش از چشم مقابل اما اطلاعات مربوط به نقاط نظیری در چشم مقابل هستش یه کاری که در واقع الژین داره انجام میده کار دروازبانیه یعنی اینکه همه جور اطلاعاتی به قشر بینایی نرسه بر اساس اطلاعات قر... قشرگوریز که برمیگرده روی تالاموس و مهاری هستن. انتقال سیگنال ها به قشر بینایی رو به صورت کنترل شده انجام میده در نهایت اطلاعات رسید به قشر بینایی در لوب پس سری ناحیه 17 برود من و بچه ها پرایمری ویژوال کورتکس میگن درست در قطب لوب پس سری قرار داره همونطور که داریم مشاهده میکنید از پرایمری ویژوال کورتکس یه ناحیه به نام ماکولا نشون داده شده ماکولا بخشی از ویژوال کورتکس که بچه ها اطلاعات از فوعا دریافت میکنه میبینید ناحیه وسیعی هستش همونطور که خاطرتون باشه در مورد حسی پیکری دیدیم نقشه بدن روی قسمت مختلف قشر حسی پیکری تشکیل شد اندازش متناسب با سطح بدن نبود مثلا دیدیم ناحیه صورت لبها سرانگشتان بزرگ بود و دیدیم که اتفاقا دقت حس پیکری در اون نواحی بیشتره در مورد ماکولام همینطوره این وسعت بیشتر پرایمری ویژوال کورتکس برای دریافت اطلاعات از فوا منجر میشه که دقت بینایی در ناحیه فوا افزایش پیدا کرده باشه در اطراف پرایمری ویژوال کورتکس سکندری ویژوال اریا نشون داده شده یعنی بعد از رسیدن اطلاعات بینایی به پرایمری ویژوال کورتکس حالا بعد از سیناپس دادن اطلاعات برای پردازش و تجزیه تحلیل بیشتر به سکندری ویژوال اریا میرسه باز بچه ها در مورد قشر بینایی هم ستون های عمودی از نورون ها با همون قطر 3 دهم تا نیم میلیمتر ارگانیزه شدن در واقع داریم میبینیم اطلاعات وارد این ستون ها میشه اما توجه بفرمایید روی ستون ها آی و سی نوشته شده یعنی در قشر بینایی هر طرف اطلاعاتی که داره از هر چشم دریافت میشه در ستون های جداگانه ایپسیلاترال به معنای اینی که در قشر بینایی راست چه از چشم راست اطلاعات وارد این ستون شده همون اطلاعات به صورت نظیر از چشم چپ وارد قشر بینایی راست میشه اما در یه ستون دیگه به نام ستون سی کنترولاترال به این معنی که از چشم مقابل دریافت کرده حالا بچه یه سری سلول ها یه سری ستون های از سلول ها در حد فاصله بین ستون آی و سی وجود دارن این نورون ها میان مقایسه میکنن ببینن اطلاعاتی که از یک چشم آی اومده با اطلاعاتی که مربوط به همون نقطه از دنیای خارج اما در روی چشم مقابل تشکیل شده یعنی ستون سی اومده عینا مطابق همن اگر مطابق هم باشن این دوتا با هم فیوز میشن یا به عبارت دیگه تا اینجا اطلاعاتی که از دوتا شبکه اومده مربوط به یه نقطه در دنیای خارج بوده دوگانه بوده اما با عمل فیوژن باعث میشه که درک ما در قشر بینایی از هر نقطه در دنیای خارج قاعدتا یک درک بشه یه درک واحد بشه اگر این پدیده در قشر بینایی اتفاق نیفته ما از هر نقطه در دنیای خارج در واقع درک در دوگانه خواهیم داشت. پس عمل فیوژن اهمیت زیادی داره حالا اگر این دوتا تا در واقع سیگنال که مربوط به یه نقطه در دنیای خارج هستند با هم نخونه سیگنال های دستوری که فرستاده میشه با کنترل حرکات چشم باعث میشه که تصویری که از یه نقطه در دنیای خارج شکل میگیره در دوتا شبکیه نظیر هم دیگه بشه تا این دوتا پیام بتونن عینا مطابقت داشته باشه و عمل فیوژن به خوبی انجام بشه در صورتی که فردی دچار اختلال در کنترل حرکات چشمش بشه جهت این تنظیم فرد درک دوگانه ای از یک نقطه در دنیای خارج خواهد داشت و مبتلا به دوبینی میشه در بیماری که تحت عنوان لوچی یا استرابیس میشناسیم همین اتفاق میافته. بچه در ستون های عمودی یه ساختار های شکلی وجود داره به نام بلاب رنگی اطلاعات بینایی مثل همه اطلاعات حسی در اون لایه بندی یک تا شیشی که قبلا در قشر مغز در مورد قشر حسی پیکری گفتیم وارد لایه چهار میشه دقت بفرمایین ما در مورد سلول های گفتیم لاقل دو دسته سلول های کوچیک ایکس هستند یا متوسط به نوعی سلول های درشت وای سلول های ایکس گفتیم اطلاعات رو از مخروط میگرفتن پس دیدشون رنگیه دیدیم جزئیات رو میتونند سیگنال بکنند چون دندریتاشون خیلی وسیع نیست در حالی که در حقیقت سلول های Vai? از استوانه های اطلاعات رو میگرفتن دیدشون سیاه و سفیده سریع عمل میکنن اما جزئیات نداره دیدیم در LGN باز بچه ها شیش لایه رو میتونیم به دو بخش دیگه به, یه صورت دیگه هم تقسیم مندی بکنیم لایه یک و دو سلولاش درشتن مگنو سلولارن بقیه لایه ها با سلولاش ریزترن پارو سلولارن پس به لایه های مختلفی از LGN رسید حالا وارد قشر مغز شده به لایه چهار خود قشر چهار بچ... لایه چهار چهار قشر بینایی به چهار لایه تقسیم شده اطلاعاتی که از سلول های وای اومدن میرسن به چهار سی آلفا در حالی که اونهایی که از ایکس اومدن میرسن به چهار آ و چهار سی بتا همونطور که دقت میفرمایید در در ساختار ستونی شکل کورتکس یه سری استوانه وجود داره بهش بگم بلاب رنگی اگر اطلاعات مربوط به رنگ باشه باید به صورت جانبی از طریق نورون ها وارد این بلابای رنگی میشه تجزیه تحلیل رنگ صورت میگیره تا در واقع درک دید رنگی علاوه بر اون چیزی که در شبکیه شروع شد در قشر بینایی کامل بشه خب اطلاعات اومد به قشر بینایی گفتیم اول پرایمری ویژوال کورتکس وجود داره سلول هایی که در پرایمری ویژوال کورتکس وجود دارن تحت عنوان سلول های ساده هستند جهت تشخیص لبه ها و مرز هاست بعضی از انواع سلول ها در این لایه حتی به جهت این لبه و مرز هم حساس هستند اگر در جهت خاصی باشه یه دست سلول جواب میدن در این لبه و مرز تاریکی و روشنایی در جهت دیگری باشه سلولای جیگه ای جواب میدن به تدریج که در واقع پیام وارد ناحیه سکندری ویژوال اریا میشه این سلولا پیچیده تر میشن به نام سلولای کامپلکس بعضی از این سلول ها به جهت حرکت حساسن الان در این تصویر مشاهده بفرمایید یه میله یا بار روشن وجود داشته بعضی از این سلول ها زمانی فعال شدن پتانسیل عمل تولید کردن که حرکت این بار در جهت چپ به راست باشه اگر از راست به چپ باشه میبینید پتانسیل عمل زیادی تولید نکردن بعضی از سلول ها به جهت مایل حساس هست پس انواع و اقسام سلول کامپلکس وجود داره هی این سلول ها پیچیده تر میشن بعضی سلول ها به در واقع خطوطی جواب میدن طول خاصی داشته باشن زوایای خاصی داشته باشن اشکال پیچیده خاصی داشته باشن برای اینکه این پیچیدگی یادمون بمونه در واقع در کتاب ها می نویسه در لایه های در واقع در مناطق سکندری ویژوال کورتکس سلول ها اینقدر پیچیده می شوند که یک نوع از سلول ها رو میتونیم به صورت شماتیک تحت عنوان گرند مادر یا مادر بزرگ نام ببریم یعنی اینکه این سلول زمانی فعال می شود که تصویری از مادر بزرگ نمایش داده بشه یا چهره مادر بزرگ دیده بشه برابر این انواع اقسام سلول ها وجود داره در حیونی مثل میمون کار شده دیدن سلولایی وجود داره که اگه به میمون تصویر چیزای زنده نشون داده بشه فعال میشه سلولایی وجود داره که وقتی خوراکی به این میمون نشون داده بشه فعال میشه پس پیچیدگی این سلول ها کاملا مشخص شد دیدیم که بچه ها اون چیزی که در قشر مغز تجزیه تحلیل میشه لبه ها و مرز ها هستش در تشخیص کنتراست به ما کمک میکنن و اون چیزی که در بینایی مهمه در تصویر بینایی در درک تصویر بینایی این لبه ها و مرز هاست این لبه و مرز میتونه لبه و مرز بین تاریکی و روشنایی یا لبه و مرز بین رنگ قرمز با سبز یا رنگ آبی با مخلوط رنگ قرمز و سبز یعنی رنگ زرد باشه دو تا مسیری داریم میبینیم که از پرایمری ویژوال کورتکس وارد سکندری ویژوال کورتکس شده و بعد وارد نواحی در واقع بینایی پیچیده تری شده برای تجزیه تحلیل اطلاعات بینایی اطلاعاتی که به فوقانی رفتند مربوط به درک فرمن مربوط به موقعیت سبادی و حرکت هستند در حالی که اطلاعاتی که به قسمت های تحتانی تر وارد میشه تجزیه تحلیلی که روش صورت میگیره ما رو قادر میکنه جزئیات بینایی و رنگ رو درک بکنیم باز در این تصویر هم دارین شما مسیری رو که بعد از ویژوال کورتکس وارد در واقع بعد از اینکه وارد پرایمری ویژوال کورتکس شده وی وان بعدش وارد وی تو شده و دارین میبینیم نواحی دیگری از مسیر بینایی نواحی دیگری از قشر بینایی وجود داره که جهت تجزیه تحلیل اطلاعات بینایی این سیگنال مورد پردازش قرار میگیره پس بنابراین با مسیر انتقال پیام بینایی آشنا شدیم دیدیم هر جاش آسیب ببینه باعث اختلال در قسمتی از میدان بینایی خواهد شد. رفرنس بحثمون فیزیولوژی گایتون بود. برای فهم بیشتر شما من از کتاب برنال لوی و فیزیولوژی گنون کم استفاده کرده بودم. موفق باشید.